سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تی وی و امروز اومدیم با ایبی پرده جدید و مسابقه اختصاصی رو داشتیم با پوریا پوتک عزیز و باهاش صحبت کردیم درباره حواشی اخیر، همچنین حواشی آلبوم پیامبر و کاور آلبوم پیامبر و همچنین آلبوم انگلیسی که قراره به زودی بده. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. سلام کنم خدمت پوریا پوتک عزیز، چطوری آقا؟ خوبی؟ چه خبر؟ قربونت برم، درود به تو، هر کی که داره این برنامه رو میبینه هر جا هستید اول پولدار باشید بعد سلامت. قربونت، مرسی مرسی که اومدی، دعوت رو پذیرفتی. فداتم. آقا چرا اینقدر با همه مشکل داری پوریا؟ من با هیچ کی مشکل ندارم. بابا اینقدر تیکه میندازی، اینقدر دیس میکنی. الانم که جدی رفتی باشی. تیکه بعد فرق بین انتقاد و دیس رو فهمید. بعد تیکه نیستش. ولی خب آره، دو نفر رو دیس کردم، قبول دارم، ولی بقیه‌اش بیشتر انتقادی بود دیگه. خب چرا بعد از این همه مدت مثلا این داستان خلسه رو دوباره شروع کردی؟ داستان سپر رو ببین، بعضی وقتا جذاب میشه کار وقتی به کیتی که میندازی. حالا مثلا این حرفت منطقیه، مثلا چرا بعد از این همه مدت داستان سپر؟ فقط واسه جذابیتش بود و اینکه مثلا طرفدارو بیشتر، چون طرفدارای من خیلی دوست دارن مثلا من همیشه به سپر تیکه بندازم، من واسه طرفدار احترام زیادی قائلم. ولی خب اینجوری نیست که من همیشه بخوام به همه، نه، ولی آره سپر رو قبول دارم. البته اینجا هم بگم بهش یه چیزی رو، من واقعا با این زنی که الان باهاشه نیست، نبودم و نیستم و هیچ وقتم این حرفو نمیزنم. اگرم ناراحت شده از این قضیه و به خودش گرفته نسبت به زنش الان، من ازش معذرت‌خواهی می‌کنم، ولی اون نبوده. ببین حالا اونو بقیه داستانش میبینیم، اما مثلا میای کلی تیکه میندازی، مثلا میگی که اگه بدونید رپراتون آرتیستاتون چه اخلاقی دارن پشت. آره آره، خب واقعیت داره. خب آخه ببین مثلا میدونی آخه چرا همش باید دنبال اس باشید؟ یعنی میگم خب اینقدر متعصب نباشید. ببین مثلا طرف فکر میکنه مثلا یه رپری تو ذهنشه، فکر میکنه که مثلا زندگی کاملا فلسفی داره و هیچ کاری نمیکنه. بابا اینجوری هم نیست به خدا، چرا اینجوری فکر میکنی؟ اونا هم آدمن مثل شما، شاید یه سریشون خیلی هم آدمای لجنی باشن، حالا میان میخونن معروفن، ولی ما که با زندگی شخصیشون رو که زندگی شخصیشون رو که ندیدی، شاید خیلی کاره اشتباهی میکنن که شما نمیدونید. حالا بعضیاشونو من میدونم شما نمیدونید، بعضیاشو تو میدونی من نمیدونم دیگه. آره ببین آخه معمولا یه حسی القا میکنه که مثلا تو فلانی رو میشناسی، بعد مثلا یه لاشی بازی بزرگی سر در. آره حس درستیه، دقیقاً حس درستی. چی بوده؟ خب ببین چیزه، یه الان گفتی مثلا دیس نبوده و اینا، یعنی تیکایی که به بهرام و مثلا هیچ کس برداشت میشد از توی آهنگ مارکت فقط جنبه انتقاد داشته دیگه. 100% اصلا فقط جنبه انتقاد داشته. ببین یا مثلا چرا باید یه طرفدار، مثلا اصلا من خودم حسین رو دوست دارم، چرا باید این همه سال منتظر یه آلبوم باشن از یه آرتیست؟ حداقل باشه اگه آرتیست بیاد توضیح بده باز خیلی خوبه، ولی اینکه توضیح هم نمیدن و هی طولش میدن همینه دیگه. ببین آخه واقعا خدا وکیلی، الان مثلا تو مثلا هیچ کس رو دوست داری، 7 سال آهنگ نده، خب آهنگای دیگه گوش میدی دیگه و امکان داره سلیقت هم کمی عوض شه، ولی اون آلبومون هم بیاد گوش میدی. من دارم اینو میگم چرا این کارا رو میکنید؟ خب بدید دیگه آهنگ بدید. آخه ببین یه میگی مثلا زناتون توییت زدن، یادتون یاد دادم، میدونی مثلا این ببین من مثلا... همینم من یا تیکه نمیندازم یا بندازم سوزشی میندازم. آه ببین تا الان میگفتی انتقاد، الان گفتی تیکه. خب تیکه انتقادی دیگه، ما تیکه خراب کردن داریم، تیکه انتقادی داریم. میدونم دارم اذیتت میکنم. نه ولی وجدانن، اگه منظورم بد فهمیدید الان دارم خودم میگم، واقعا انتقاد بوده همین. آقا یه داستانی در مورد اکثر آهنگای جدیدت هست، خلا با خودت هم حرف زدیم رو ترک قبلیت، ولی همه فکر میکنن به تتلی تیکه میندازی، حتی تو این دیس آخریت ولی تیکه نمیدازی، این داستانی چیه؟ فکر میکنی از کجا میاد این داستان؟ این من چیزی درک نمی کنم. چرا مثلا من بیام این کار مثلا تتلو این تعریفا رو کنم بعد بیام بهش تیکه بندازم؟ مشکل ما اینه. ببین مثلا آقای ایکس تو آهنگش از کلمه آتیش استفاده کرده، من نمیدونم دیدیم بعضی از رسانه‌های رپیونه، بعد یه رپر دیگه هم از کلمه آتیش استفاده میکنه، بعد میگن این تشابه یا اسکیه، بعد یا مثلا میگن این دیس کرده اونو، این کارو کرده اونو.
ولی من به خدا منظورم تتلو نیست، در مورد دیس طول سگم آخرش هم اصلا دیس به اون شخص نبوده، دارم میگم رپری که باهاش فیت بده. کی باهاش فیت داده؟ هیچ. بگو بهم. مرسی. هر کی هر وقت داد، این یه دیس جدیدی از نوع آینده است، هر کی آینده باش فیت بده همون اتفاق براش میفته. و پس این داستانو ببین، یه حالا یه صحبت دیگه هم خوام بکنیم درباره این حواشی اخیر. قبل از اینکه آلبومت بیاد، خب یه حاشیه‌ای بود، یعنی خودت یه ویدیو گذاشتی، یه سری توضیحات دادی و درباره اینکه چرا فیت نیست. اون حاشیه نبود، واقعیت بود. حالا آخه حاشیه شد، می‌دونی؟ حاشیه نشد که، اتفاقا چیز باشه. ببخشید. بگو. خب داستانش این بود که اومدی یه سه تا ویدیو گذاشتی و درباره این حرف زدی که چرا فیت تو آلبوم کمه یا نیست، و خب یه سری دلیل آوردی و درباره یه سری حرف زدی که من یادم نمیره، از قبیل اینکه من تو آلبوم یه شخصی بودم، ترک یکش اصلی آهنگ با من بوده، کشیده بیرون، رپر مورد علاقه 20,000 تا از من خواسته، و یکی دیگه هم بود که به خاطر دمو مارکت یکی از آلبوم اومده بیرون. خب و خب خیلی ها میگفتن تو داری مثلا اینو درست کنی، حاشیه‌اش اینجا بود. به خاطر دمو مارکت نبوده، اینو ببخشید اشتباه گفتم، میخوام تصحیح. به خاطر دمو آهنگ چیز خه، به خاطر دمو خه بوده. بله اوکه. به خاطر اینکه سیاسی بوده دیگه. آه اوکی، همین، به خاطر دمو خم یکی کشیده بیرون و اینا رو گفتی. خب بعضیا میگفتن تو داری این کارو میکنی که مثلا توجه بگیری و بگی من تنهام و فلان و این داستانا، ولی خب داستان اصلیش من کار نمیکنم توجه. خب ببخشید بگو. آره میدونم داستان اصلیش به خاطر این بود که بگی چرا فیت نیست، ولی خب آره دقیقاً یه بحثی که پیش میاد اینه که خب اگه قرار نیست اسم ببری چرا اینا رو میگی، و اینکه چون تو بعضی چیزاتون جزو رپرهایی که زیاد با مخاطب در ارتباطی، حالا تو یوتیوب ویدیو میسازی و این داستانا، مثلا همه میدونن رپرهای مورد علاقت کیه، در وقتی مثلا میگی رپرهای مورد علاقه من فدایی و پیشروان، بعد میای میگی که رپر مورد علاقه ازم 20,000 تا خواست، خب ذهنو میبره سمت فدایی و پیشرو. میدونی حالا فدایی و پیشرو بودن نبودن و اینکه خب چرا اینجوری میکنی، میدونی؟ خب ببین چه ربطی داره. یکی این که بعضی جاها نباید اسم نام برد، چون خب میگم وقتی اسم نمیبری ولی میدونن رپر مورد علاقه دینه، میدونی؟ خب اینه که داری غیر مستقیم میگی. یه سوال، اصلا اگه غیر مستقیم من بگم مگه چه اتفاقی پیش میفته؟ خب پس چرا میگی نمیشه اسم؟ تو تا حالا رپری رو دیدی بیاد بگه من به کسی پیشنهاد فید دادم ریجکتم کرده؟ نه، من اومدم گفتم دیگه، مثلا ولی بعضی چیزا رو آدم نمیشه دیگه اسم نام بردش. من اینو واسه توجه نگفتم، واقعیت بود و واقعا هم حقیقت داره. اگه تو هم وجدان داشته باشی اینو باید قبول کنی که من واقعا تنها قبول کاملا قبول کنی، و اصلا دیگه نیازی هم ندارم به این چیزا، باشه خوشحال میشم ولی اونجوری دیگه مثل قدیم نیستم. ولی در مورد اون چیز که اون حرفایی که زدم همش حقیقت بود. بعد اینکه اصلا نمیدونم چرا همه قفل کردن که اون 20000 دلار کی بوده. اون 20000 دلار هر کی بوده الان قضیهش حل شده، یه سوء تفاهمی بوده، من با یکی صحبت کردم الان اوکی شده، ولی نه که همکاریمون، ولی قضیه اون اتفاقات. و اصلا دیگه لزوم نداره در مورد شخصایی که تو آرتिस्टایی که تو ذهنشونه، مثلا یکی فکر میکنه اونه، یکی فکر میکنه اینه، نه اصلا اونجوری ها نیستش. ولی الان کلا قضیهش حل شده و اصلا اون 20,000 دلار سر یه اتفاقی پیش اومد که من بیان کردم و باعث شدش که اون شخص عصبی شه و گفت 20,000 دلار. اوکی. خب پس پیشرو نبوده. ها؟ پس پیشرو نبوده. آقا نه نبوده. سوال بعد. فدایی هم نبوده. اصلا. اوکی. خب ببین الان درباره تنها اومدن حرف زدی، حالا تنها بالا اومدن که من فکر نمی‌کنم کسی توش شک داشته باشه، چون من فکر می‌کنم حالا تنها رپ کنی که حالا شاید یکی از تنها، شاید ما خیلی ها رو حالا بگیم تنها غلط باشه، ولی جزء معدود رپرهایی هستی که حق پخش اینا ندیدی، و من یادمه اون قدیما هم یا کسی ازت حمایت نمی‌کرد یا مثلا سعی می‌کردم بکوبنت، حالا چون هم سیاسی بودی خیلی ها نمی‌تونستم بگم، ولی خب الان بعد از این همه مدت که تنهایی کار کردی و این داستان‌ها، به یه ویو باحالی رسیدی، جزو ویو بالا و بالاها هستی، هم تو اسپاتیفای هم توی یوتیوب. مرسی. و الان که به این اشاره کردی منم گفتم اینو بگیم، چون یه فکت دیگه من میخوام بگم که چی تو رو کشون تا اینجا، یعنی میدونی اون زمان که هیچکی آهنگاتو پخش نمیکرد، اون زمانه که تک و تنها بودی، چی تو رو تا اینجا کشون که الان اینجا رسیدی؟ یه پوینتی اگه بگی برای کسایی که تازه شروع میکنن. به نظر خودم اینکه من خودم هستم و خودم بودم و حقیقت گفتم، و اینکه یکی از رپرهایی هستم که تمام سبک ها کار میدم، یعنی همه سبک ها، یعنی من اجتماعی میخونم، سیاسی میخونم، عاشقانه میخونم، فقط مثلا 6 و 8 نمیخونم دیگه، یعنی همه سبک ها کار دادم. و اینکه هر وقت به هم انرژی منفی دادن من برعکسش استفاده کردم، یعنی
یه مصاحبه ای داره امینه، میگن بیشترین الهام تو از چی میگیری؟ میگه من با بهترین و بیشترین الهامایی که تو زندگیم گرفتم و از هیترام میگیرم. من خیلی شدید اوایل شروع کردم مثلا یه هیت، خودت دیگه آشنایی با وضعیت رپ، وقتی یه خواننده جدید میاد فقط هیت میشه، یعنی همه میان تو کامنت ها مثلا حتی دیگه یه رسانه برش کنه، همه میان میگن این کیه، نمیدونم این چه خریه، این گوزه کدوم کنه، دیگه خودت میدونی دیگه، دیگه مهم آره مصاحبه میکنیم مثلا با یکی از نامدارا طرف میاد میرسه این کیه آوردی، حالا فکر کن جدید شروع کردی چیه دیگه. آره مثلا فقط باید قوی باشی دیگه، اگه خودت به خودت اطمینان داری و واقعا حرفی واسه گفتن داری اوکیه، باید پشت کار داشته باشی و مهمترین چیز این که خودت باشی، هرچی حتی اگه گو هم هستی خودت باش و بگو من آدم گوییم، واقعا خودت باش تماشا دارم، هر پشت کار هم باید داشته باشی دیگه. آره پس این که خودت بود یعنی چی کشیدن خودت عشق بودن کشی؟ آره دیگه 100% خودت بودن و عشقی که به کارم داشتم، ولی خیلی همه اینم خیلی مهمه، حداقل کاری که میکنی واقعا یعنی فقط هم این نیست، نمیشه مثلا تو چرت و پرت بیای بخونی یا اصلا هیچ استعدادی نداشته باشی بعد بگی من خودم هم و همین جوری ادامه میدم، اینجوری شاید 100 سال دیگه هم نیای بالا، یعنی باید حداقل یه چیزی هم داشته باشی واسه ارائه. آره حالا آدم باید بره دنبالش یاد بگیره، مثلا بعضیا میان فقط یه سری قافیه رو پشت هم میچینن تموم شد رفت چی خوبه. یه چیز خیلی مهمه اینه که واسه الان جدیدنا رپرها یاد گرفتن، من فری استایل میرم فوتوآف میام، مثلا طرف تاش شروع میکنه با چیزه داره خودشو گنده میکنه، همش میگه من اینم، من بهترینم، من خفنم، در صورتی که مثلا یه آهنگ هم نداده تو اولی فیلیس مسلما هیت میشه. این کارم کار اشتباهی، اگه میخواین شروع کنید شروع نکنید به تعریف کردن از خودتون. ببین الان اینو گفتی، من همیشه یه چیزی رو تو ویدیوها میگم، من با اینکه نسل جدید انتقاد کنن از نسل قدیم مشکلی ندارم، ولی اینکه مثلا نسل جدید بیاد به نسل قدیم مثلا میگه تو کجا بودی میدونی، یا من مثلا فلان میدونی، خب این همسن تو داره کار میکنه، این خیلی غلطه و این جا افتاده. هر میخوان خیلی ها بزرگن، حالا یا ملتفت رو اگه مثلا از ماین استریم ترن بعد بیان ملتفت رو دیست کنن یا... واقعا بزرگ نمیشن. آره میدونم، ولی یه به خاطر اون یه پروموته که حالا مثلا 1000 تا چون نوشته دیست ملتفت خیلی ها میخوان ببینن چی گفته. سر هم خب این غلطه، آقا توی که جدیدی نمیتونی یه هوبیای به زد بازی گیر بدی که مثلا نسل 4 یا یه هوبیای به پوتگ یا یه هوبیای به ملتفت پیش رو اینا برو، بعد مثلا طرف میاد مثلا به مثلا هیچ کسی که تو کجا بودی. دقیقاً یه چیز دیگه هم که هست با دروغم جدیدنا، ببین مثلا من دیدم طرف پول میده به این رسانه ها، کار خوبیه میخواد کارشو پخش کنه، ولی ببین مثلا تو مثلا تو اکسپلور ریهو زده مثلا همکاری یه رپر خفن نسل 1 با این خواننده جدید، دروغ با دروغ، بعد روش کلیک میکنی اون زیر تو کپشن مثلا نوشته که مثلا ناظر ضبط بوده، شاید اصلا ناظر ضبط هم نبوده، یا مثلا کپشن های دروغ، بعد اینجوری شنونده وقتی میره اون پست رو ببینه داره با خوشحالی میره، بعد میخوره تو ذوقش، مطمئن باش همه چیت به چخ میره، یعنی هیچ فایده ای نداره. خود بودن منظورم همینه، دروغ نگید، یعنی خیلی راحت. آره ببین یه داستانی هست، این که آدم اولین بار زیاد دیده شه با کار اولش تو حالا یوتیوب و اینور اونورم هست که از کپشن و تایتل های حالا متفاوت استفاده میکنن، اینم بگیم که حالا شاید خوب باشه برای جدیدا نکته باشه، اینکه تو یهو یه ایمپرشن 100 کا 200 کا بگیری خوبه، ولی وقتی اون 100 کا بیان ببینن تو مثلا گند زدی یا داری دروغ میگی اون 100 کا دیگه مشتری نمیشن، این خیلی مهمه. آره اینا همین فکر میکنن مثلا 100 کا ویو خورد میرن به دوستاشو میگن 100 کا ویو خورد، بعد کار بعدو میدن 400 تا ویو میخوره. آره خب آقا بریم سمت یه سری داستانا، آلبوم. بعضیا میگفتن که حالا این 100% زتا عجیبه، خب چند بار گفتی تو مسابقه قبلی با ما هم گفتی باز سوال بود وقتی گوشیم آره. 100% زتا یعنی چی؟ زنده با تمام اعتقادها. خب خودت هم الان گفتی یه سوال داشتیم این جالب بود، یکی پرسیده بود تو سوالایی که گذاشته بودیم نمیشه بود آقا تو که میگی 100% زتا چرا میگی همه دینا ایکس شرن؟ خب ببین من دارم میگم زنده باد همه اعتقادها کسشرن، منظور من اینه که زنده باد تمام اعتقادها، چون من الان به این سطحی که رسیدم فقط به خاطر اینکه تمام اعتقادهای مختلف و دنیا رو دیدم. من دو تا دوست اسرائیلی داشتم، یهودی دوست داشتم، مسلمون داشتم، افراطی داشتم، همه این چیزها رو داشتم که رسیدم به این سطح میگم زنده باد انسانیت، به خاطر اینکه ببین اولندش یه چیزی بهت بگم،
تمام اعتقادهای دنیا دستکاری شدن، یعنی دینها همه چیزهای مختلف دنیا دستکاری شدن، یعنی اون چیزی نیست که ما داریم میبینیم و اصل قضیه شون انسانیته. یعنی مثلا دین اسلام میگه آقا دزدی نکن، این کارو نکن، زنا نکن، مسیحیت هم همینو میگه، یهودیت هم همینو میگه، همشون هم دارن همین میگن. ولی خب منظور از این حرف داشتن انسانیته. من وقتی میگم تمام اعتقادهای دنیا کس و شرن، منظورم که تمام چیزهایی که خرافاتی که اینا تو ذهن ما کردن. الان یه دونه، حالا من تو زیاد برنامه سیاسی نیست، دوست هم نداریم سیاسیش کنیم، امروز با یکی از دوستان بودم، یکی از علمای خیلی معروف که من اسمشو نمیبرم، دوست ندارم به کار سیاسی بکشونمت، توی کتابش، کتابی که مثلا مرجع تقلیدشه، گفته که اگه از طبقه دوم زلزله بیاد و تو بیفتی روی عمت که طبقه پایینه، سکس حلال است. اینو یکی از اسم طرفو بگم همه دنیا میشناسنش. اینو اینجا آخه این چیه؟ این به نظر تو این کوشر نیست؟ 100%. یا گفته یه مرد بچه 9 ماه رو بغل کنه شهوتش بزنه بالا، اوکیه. آخه یعنی چی؟ یعنی چی؟ آخه اون اصلا آدمه. اون آدمه اصلا. خب ببین آخه واقعا کوشش، من دارم میگم بابا بس کنید دیگه، شما دارید ببینید همه دینای مختلفو میبینید، ببینید دیگه، مهم اینه که انسانیت داشته باشی بری جلو دیگه. آخه واقعا کوششن سر حرفم هست، واقعا کوششن، ولی باید به تمام اعتقادات احترام بذاری دیگه. من میگم همه اعتقادات دنیا کوششن، کوششن، میخوای گوش کن میخوای نکن آرام جان. حالا ببین، حالا ولش کن، حالا الان میگن خط میدیم، اوکی این صحبت پوتک همینه. آره تو هیچی نگو آقا، این حرفای من، مسئولیتش هم با خودشه، به وای چرا ربطی نداره. خب آقا درباره آلبوم دوباره، البته آلبوم که نه، یکی پرسیده بود اینو، معمولا اونایی که مینستریم ترن هم زیاد میگن به کسایی که حالا آندرگراند تر و به هر حال سیاسی و اینا کار میکنن، یکی نمیشه بود اگه یه روز حکومت عوض شه بیا ایران، از چی میخونی؟ از چی؟ وای کلن سبک میشه سبک لیل پیپ. دار که دار. آره بعد ببین، البته این حرف با کنایه است، اینی که این حرف آره. نوشته آره. مثلا میخواد بگه که میخواد بگه آره چی. بعد آخه ببین، من که جزء رپرای نیستم که همش اجتماعی بخونم اتفاقا. آره. حکومت عوض شه خیلی هم خوشحال میشم، میام ایرانو دیگه میزنم تو سبکای دار که خفن دیگه، بیشتر فکر کنم غمگین میخونم دیگه. از اینا با... میخونی که بعد اینکه گوش بدیم بعد بریم خودکشی ها؟ آره اونجوری تو خیلی غمگین. من اصلا خیلی دوست دارم تو ایران کنسرت داشته باشم، بعد یه مشت روانی بیان تو کنسرتم، همه فاز دپ با نور آبی دود از اون بالا، 20,000 نفر بیان، 2 نفر برگردن ها. آره خیلی دوست دارم. ولی آره اینو، آره اینو الان گفتی یاد یه چیزی افتادم، گفتم این اشاره کنیم، چون خیلی از حالا رپ‌کنای مینستریم تر میگن که آقا شما که سیاسی میخونی، شما که اجتماعی میخونی، چه دردی رو دوا کرد؟ میدونی چرا میخونید؟ به چه درد؟ این جواب چیه؟ ببین، کسی که درد داره دوست داره تو باهاش حرف بزنی، دوست داره تو بهش بگی که منم این درد رو داشتم، این چیزها رو داشتم، دوست داره، خیلی دوست داره باهاش حرف. شاید تو نتونی دردش رو حل کنی، ولی همین که باهاش حرف میزنی داری بهش آرامش میدی. میفهمی منظورم رو؟ البته این در مورد آهنگای من زیاد صدق میکنه، ولی نه همه، چون من احساس میکنم خیلی بیشتر، من بیشتر در مورد ناامیدی میخونم، یعنی تو این سبکام بعضی از آهنگام، ولی واقعا دوست دارم. به نظر من اونا دارن اشتباه میکنن، اتفاقا خیلی قشنگه، اونا دارن اشغال میخونن، مثلا ما هم اینجوری میخونیم، طرف ناراحتیاشو با ما میگذرونه، شادیاشو با اونا میگذرونه، خیلی قشنگه همینه. آره به نظر من خیلی باحاله، هممون یه دوست داریم که خوشیامون با اونه، یه دوست دیگه هم داریم هر وقت خواهم گریه کنیم زنگ میزنیم بیا اینجا، حالا مثلا دو پاکت سیگار با هم میکشیم، این داستانا. و آره دقیقا، یه زمان هست میخوای حست به اونو هنگ ارزاشه، یه زمان دیگه هست نه انرژی میخوای، آره انرژی میخوای، زمانی هم که انرژی بخوای نمیتونی مثلا طرفی که حکومت فلان نمیشه که، درسته. و بهتره که به نظر من به هم احترام بذاریم، داستان خیلی داره بد میشه این داستان رپ فارسی. آره ولی اتفاقا خوبه اون تو الان میگی اونا این سوالو میپرسن، من فکر کنم جواب خوبی دادم، منطقی بود دیگه، الان اونا میفهمن اینو، یا مثلا خیلی سوال نه آخه من فکر نمی کنم نفهمن، مگه میشه؟ من طرف خودش آهنگ غمگین گوش میده، یا اونور اون که سیاسی میخونه خودش 100% داره آهنگ اشغال گوش میده، پارتی نمی کنه مثلا این، ولی این داستانی که با هم دارن رو من درک نمی کنم، میدونی؟ و چون نمیشه، مگه میشه تو یه آدمی باشی تو زندگیت فقط مثلا دارک گوش کنی، یا فقط مثلا اشغال گوش کنی؟
یه بار مسئله بگم، تو گفتی، تو به من گفتی تو به یه البته اونجا که می‌خواستی مثلا بگی تنهایی رسیدی به یه حدی از ویو رسیدی از جا، ولی خدایش ویو به خدا خیلی خوبه، انرژی میده، خیلی انرژی زیادی میده، ولی اون قدرها هم مهم نیست به نظر من. تو مثلا خیلی تو روش میدونم، هم تو هم اکثر یوتیوبرایی که هم سبک تو هن. البته اینو بگم تو جزو اولین کسایی هستی که این کارو شروع کردی و به نظر من یوتیوب خیلی به تو مدیونه اینکه دوباره اومد رو دور، ولی متاسفانه شاید به خاطر اینکه سنت کمه زیاد مثلا زیاد مردم رو این فاز نمیگیرن، ولی همه باید بدونن تو جزو اولینای اولینی قربونت حاجی، و این خیلی مهمه. ولی تو که این همه تاثیرگذاری یه کاری نکن همه فکر کنن ویو خیلی. ببین من اینو نمیگم، من میگم میزان، من نگفتم آهنگ تو یکی دوتا از برنامه گفتم، من هیچ وقت نمیگم یک آهنگ خوب 100% ویوش بالا یا ویو بالا نشانگر آهنگ خوبه، نمیگم نشانگر موفقیتش تو اجتماع. دقیقاً درست آفر. آره ممکنه تو یه آهنگ بد بدی، بابا بود این آهنگ پسری که بود بیگ شان، نه کی بود اسمش یادم نمیاد، انگلیسی میگه پرات دا دا دام دام دا دام 300 میلیون ویو خورده. مزنات هات 300 میلیون ویو خورده، ولی آهنگ خوبیه. نه معلومه چی میگه پرات دا دا دا، ولی موفق بوده دیگه، پولش هم در آورده و پولش که چه عرض کنم کلی در آورده. آره دیگه، منظورم همیشه اینو میگم، میگم نشانگر موفقیتش توی شماست. تو میخوای بگی یه آهنگ موفق تو جامعه ترکیده، نمیتونی بری همه بپرسی که مثلا زنگ در خونه همه رو بزنی آقا با این آهنگ، ولی از ویوش میتونی بفهمی دیگه. مثلا تو اون سال میبینی ویوش، من یه حرفو میزنم و یعنی نه خیلی از آهنگا خوب هست. نه ببین ویو خیلی انرژی بخشه، اینکه مثلا میبینی یه چیزی ویو خورده انرژی خیلی خوبی بهت میده، خستگی آدم از بدن آدم در میره. مهم اینه که هدفت چیه تو رپ دیگه، یا میخوای بیزنسی باشی یا عشقی، که به نظر من بهترینش جفتش میکسش با هم، یعنی همین که یه تاثیرگذار باشی هم پولت هم در بیاری. به نظر من یه چیزی دیگه داره اذیت میکنه، این که میبینن چی جواب داده یا چی جواب میده همونو هی میسازن همونو. یه زمان انتقاد رپ کنامون به اونور آبیا این بود که مثلا میگفتن لس آنجلسی شما یه چیزی رو هی لوپ انگار، و این داره رپ فارسی هم داره درگیر این میشه و این بده، و اینو کم کم داریم میبینیم. میدونی مثلا بعضی میگم امسال پرحاشیه ترین سال رپ بود، درسته؟ کرونا دیگه، به قول یه چیزی داشت یه نظریه سپر خلصمون اول کرونا داشت، گفت همه خونن همه رپ فارسی میریزن به همون حاشیه، نظریهش هم دقیقاً اوکی، درسته بود. آره درسته، چون همه اعصابا خورده هیچ کی بیرون آره. نمیره آره، ولی این به خب حرکات بالی هم داشتیم، دمشون گرم، حالا یه سری حرکات بال هم داشتیم. ولی خب آقا بریم سر داستان خلصه، مطمئنم خیلی هم میخوام بشم. خب گفتی چرا داستانه چی شده اینا، ولی خب خلصه یه حالا یه استوری گرفت که اول یه سری فوشا داد پاک کرد، اونم به خاطر اون بود که فکر میکرد حالا با خانومشی، که توضیح هم دادی کامنت هم گذاشتی که نه با خانومت نبودم، و اینکه خلصه گفتش که یه ادعایی کرد، گفتش که تو زنگ زدی به سیجل و برای اینکه تو به هر حال مثلا دبل آلبوم باشی پاچه‌خواری کردی و از این داستانا. این درسته داستانش چیه قضیهش؟ داستانش درست نیست که قرار بود توی دبل آلبوم باشم، ولی من از طریق یکی از منیجرای فوق قدیمی که اصلا اون موقع هیچ کسی نبودم با هم چیز شد، که این منیجر من کارهای فروش آلبوم اونا رو هم میکرده، یعنی فکر کنم سایتشون بوده نمیدونم حالا در کن، که گفتش که پوریا بیا من با سیاوش بگم این ترک نوار مشکی قرار بود که همکاری باشه با سیاوش. اینو بگم قرار بود، یعنی اصلا اینجوری نبود که مثلا سیاوش بهت بگه آره همکاری اینا، نه. ولی خب تو نظر خودت بود که ما آهنگو باشه فیت بدی، پیشنهاد دادی چون میخورد به سبک سیاوش. بعد نمیدونم میدونی یا نه، سیاوش یکی از قهارترین کراس نویساست، خیلی اصلا همه کراساش هیت باحاله. نمیدونم تو قبول داری اینو یا نه، حالا قبول داری یا نه، خیلی کراساش آره باحاله. آخه من نمیتونم بگم باحال ترین اینا، میدونی نگو باحال ترینه، نظر شخصیمو نمیتونم. آره چرا، آره خب تو نظر نداری، راست میگی، تو گناه داری. آره ولی با کاراش باحاله، من خودم دوست دارم. آره. نه کلا قرار بود نوار مشکی اونجوری شه که اصلا خیلی هم آدم مؤدب و خیلی آدم باشوری و خیلی هم حال کردم باهاش و تو این بحثا، که قرار شد بیفته عقب‌تر، بعد کلا نشد، بعد قرار شد بعدها. حالا مثلا حالا من نمیتونم چزمونو بیام اینجا بگم، خب کار درستی نیستش دیگه، ولی فقط میخوام بگم نه دبل آلبوم نبوده، این بوده قضیه. حالا اوکی، پس قرار باش بهش پیشنهاد دادی که تو مثلا نوار مشکی باشه و حالا داستانه یه جوری پیش رفته که نشده.
آره، و اینم نبوده که جواب منفی بده، اینم نبوده که بگه مثلا، یعنی خیلی آدم مؤدب نشد که بشه دیگه، نشد که به قول نشد که بشه. اوکی، ولی با از همینجا هم بهش سلام میرسونم. سلامت باشی. آقا قبل آلمان گفته بودی امسال 3 تا آلبوم داری و خب یکی شده دادی، دو تا دیگه اونا کی میاد، چجوریه داستانش؟ قطعیه اصلا؟ آره ببین، یکیش یه دونه ای پیه. بعد اینکه من کلن یعنی اینو خیلی سال پیش گفتم دیگه داره عملی میشه، کلن با یه اسم دیگه قراره تو مارکت خارجی کار کنم، یعنی کلن یعنی اصلا هیچ تبلیغاتی نداره تو مارکت ایران. اینجوری نیست که من میام پست بذارم آهنگ جدیدم اومد، اینجوری نیستش. کلن انگلیسی، قراره تو مارکت خارجی کار کنم. همین الانم هم پیش پادم امروزش می حرف زدیم، ترگ آماده شده و چیز خفنی هم شد. بعد هیچی، کلن قراره بریم توی یه فازای خاص خارجی. این دلیل برای نمیشه که فارسی کار نکنم، اتفاقا آلبوم جدیدم هم شروع کردم واسه سال بعد فارسی، ولی با یه اسم دیگه قراره تو مارکت خارجی هم کار کنم. کلن میخوام شروع کنم دیگه، خیلی دوست دارم یه روزی بشم در حد مثلا رپرهای خارجی، در حد یعنی در حد شهرت اونا تو مارکت بین المللی. میگم چی میگی؟ آره خیلی باعث افتخار ایران هم هست و این خیلی خوبه که داری این کار میکنی و فکر میکنم همه رپکنهای ایرانی که این قابلیت دارن باید بکنن این کار رو. تو الان رپرهای مکزیکی هم میبینی انگلیسی کار میدن، میدونی؟ چون به هر حال آره چون بازارت گنده تر میشه دیگه، میتونی حرفتو با آدمای بیشتری بزنی چون زبان آره، بین المللی. ولی در صورتی که به مردم یعنی به کشور خودشون هم احترام بذارن، یعنی فارسیشون هم بخونن، اینجوری نباشه برن دیگه برن. آره ولی من همیشه آرزوم بوده برسم، خیلی دوست دارم انگلیسی بخونم که داره میشه اگه خدا بخواد. اگه یه روزی برم تو مارکت خارجی دوست دارم خیلی معروف شم، بعد حتی اونایی که هم که نیومدن تو مارکت خارجی، همه اونایی که به من پش کردن تو رپ فارس، همه رو بیاری اونور. میخوام همشونو بیارم، یعنی میخوای فخر روز... بفروشی؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. چون ببین خیلی ما خیلی رپرای بااستعدادی داریم که فقط یعنی شاید خیلی هاشون خیلی مشهورن، محبوبیتشون کمه، خیلی هاشون خیلی محبوبن، مشهوریتشون کمه. مثلا به نظر من بهرام بیشتر خیلی محبوبه تا مشهور، این نظر شخصی منه، چون مثلا من به خیلی از دخترها میگم، به پسرها مثلا نمیدونن کیه، بعد خیلی شنونده های تعصبی خفن همه بهرام رو میشناسن. منظورم میفهمی؟ آره، یا مثلا قدیمی ها دیگه همه میدونن کیه بهرام. آره یا مثلا اسم نمیبرم، آقای ایکس خیلی مشهور، محبوبیتش کمه. منظورم میفهمی؟ ما خیلی اینا همشون باعث دادن بر طبق اخلاق و رفتارهایی که خودشون نشون میدن باعث میشه مشهوریت و محبوبیت تغییر پیدا کنه. خیلی هم به خاطر کمکاری، مثلا امیرعلی خیلی خفنه ولی الان به خاطر کمکاریشون جایگاهش نداره. آره ولی اگه یه روزی به اون حد برسم خیلی از رپرها رو چیز میکنم، میارم تو مارکت این ور. خیلی آره گفتی چیز میخواستم بگم دیس اومده. نه حتی اونایی که دیس هم میکنم اصلا مهم نیست، من درسته به خشایار اسار یا سپر تیکه میندازم، خانواده خودمون رو دوست داریم به هم فوش بدیم، ولی اگه یه غریبه بهشون حرفی بزنه مادرش رو خوشم آره. سازار کن 100 درصد. الان مثلا دیدیم دیگه مثلا آهنگ طول سگو دادی و این بعد جا بیفته. میدونی حالا بعضی وقتا از خصومت شخصی هست، آخرش هم به مرگ و اینا میکشه، بیفای واقعی تو آمریکا که نداشتیم تو رپ فارسی، خدا هم کنه نداشته باشیم. آره 100 درصد. و مثلا تهدیدها خیلی ناجوره، مثلا طرف میاد تهدید میکنه، من میام تو ترکیه ای دم دستم میام. یعنی چی تو ترکیه ای دم دستم؟ یعنی مثلا میخواد 4 نفر رو با اسلحه بفرستی بزننش؟ اون که پوزش اینا با تو ایران هم چیز میکنه، مثلا میگفت آدرست که آدرس هم میدادی طرف نمیومد. ولی خب چیزه، داستانش اینه که حالا اون بیفر و ملت ما اکثرا فکر میکنن حالا مثل رپ آمریکاست، مثلا اون پشت هم ببینن کلتر در میاره و اینو میزنن، ولی نه، مثل خیلی جاش مثل چیزه دیگه، مثل آقا با رفیقت داری فیفا میزنی، دو تا تیکه تو میندازی، دو تا تیکه اون فلانی من بهترم، فلانی من اینجوری. خیلی هم همه چی شخصی نیست، به قول جیدال کلکل ادبیاتی. خیلی جو کلکل ادبیاتی، چه جمله قشنگی، نفهمید نشیده بودم قشنگ بود. مال زمانه حالا بیفش با علی قاف. خب سه تا موزیک ویدیو قرار بود بدی و یه موزیک ویدیو قرار بود، سه تا یا بیشتر گفتید؟ سعی دارم کار میخوای بگی انیمیشنی نیومده دیگه، درسته؟ حالا به جزو میخوام بگم، گفته بودی میخوای تمام ترک سعی کنی تمام ترک های پیامبر رو چیز کنی. خب هنوز مونده، من چند روز دیگه نوار مشکی میاد موزیک ویدیوش، بعد میاد خیلی موزیک ویدیو میاد، ولی
موزیک ویدیویی که خیلی دوست دارم سریع انیمیشن. آره قرار بود بیا چی بود اون داستانش چی شد؟ انیمیشن همه رپرها توش هستن، همه رپرها گفته کارس. بودی چی شد؟ ما 3-4 ماه گذشت منتظریم مردمون، به خاطر اینکه سناریوش خیلی خنده داره، بعد بر طبق اتفاقاتی که میفته آرتیست ها اضافه میشن به این انیمیشن. بعد انیمیشن اول باید نقاشی، من میخوام انیمیشن چیز بدم دپ دو بعدی، نمیخوام سه بعدی بدم. نمیدونم دیدی این انیمیشن های دپو دیدی افسرده ها میبینن، مثلا سیم کارتون سیمسون، میخوام یه چیز دو بعدی باشه. ولی امیدوارم بعد از این انیمیشن آرتیست ها دست من ناراحت نشن، چون بعضی هاشون رو مثلا یه جوری نشون دادم، بعضی هاشون رو خیلی اذیت کردم، ولی خیلی باحاله ها. یعنی اون انیمیشن دارم ترکش رو تغییر میدم، این کار اشتباه هم فکر کنم، ولی میخوام ترکی که روش بوده رو تغییر بدم. حالا میاد آره میبینیم الان اینو گفتی، من آخه قرار بود مال پیامبر باشه، بعد گفتی که مثلا فان قرار بود چیز میشن، قرار ترک مارکت بود باشه. اوکی تصمیم گرفتم ترکش تغییر. آقا یه حاشیه دیگه هم داشتی، دو سه بار حالا بهش اشاره کردیم توی بحث، داستانت با خشایار بود که خیلی هم عجیب غریب شروع شد. از اینجا شروع شد که خشایار، حالا شاید بعضیا ندونن، خشایار تو لایوی که داشت ازش نظرش رو درباره تو پرسیده بودم و گفته بودش که به نظر من بیشتر داستان نویس تا رپر و رپر نیست. بعد تو مصاحبه مامان گفتی نظر لطفشه، من دوست داشتم داستان نویس باشم، ولی رفتی گفتی که صدای تیر تو پیریزی میاد، صدای تیر این گانگ کچل دد دد دد، و دوباره داستانی شکل گرفت. و بعد من اینو به خود خشار گفتم تو مصاحبه، خشارم گفت مثل خود گفتی نظر لطفشه، ولی من با یوتیوبر بیف ندارم. حالا تعیین این داستان کجا قراره بره و این به نظر دیگه تعیین نداره دیگه، اینکه البته اون همین کلکل ادبیاتی بود دیگه. آره دیگه شبیه من نظرشو گفت، گفت نظر لطف بشه، ولی من واقعا اینکه گفته، ولی خیلی تیکه قشنگه، من انقدر خندیدم اون تیکش. ببین سر این تیکه هوادارات منو شرحه کردن. ببین فرداش من دیدم 57,000 تا استوری منو تگ کردن، چرا وقتی خشایار اینو گفت تو بهش نگفتی هو این چرفی میزنی؟ حالا یه توضیح خودت بده، من چرا نمیتونم این حرفو بزنم؟ هوادارت بدونه اینا. به خاطر اینکه تو باید کاملا بی‌طرف باشی. اولش که از طرفدارام ممنونم، ولی اگرم میخواین بهش حمله کنید با فحش نباشه، ازش بپرسید. یک. دو اینکه تو باید بی‌طرف باشی، هیچ رأی نداری، خشایار مهمون تو بوده، تو نمیتونی اونجا بیای جلو مهمونت از من دفاع کنی، و تو هم نمیتونی، از یه طرفی هم نمیتونی جلو مهمونت به منم بد بگی که تو باید کاملا بی‌طرف باشی و هیچ راهی نداری. آره مثلا میگن من... چرا خندیدی بابا؟ یه تیکه خنده‌دار گفتم خندش، ولی نمیتونم، نه من خودم خندیدم، قشنگ بود تیکش خودش. ولی آره. یه چیزی رو بهت میگم، مطمئن باش، الان اولش که دوستای خشایارم که همشون دیگه یوتیوبر شدن، و اینکه چرا کار نه تیکه نیست، به خدا نخند، تیکه نیست، به خدا این تیکه بابا خب جذاب. آره. تیکه حالا ولی حرفت خنده داره. خب و اینکه چیز به زودی هم همه میان، حالا میبینی خیلی. آره پس خب چرا نیان وقتی مارکت رپ فارسی مثلا میتونی ازش از طریق فیمی که داری پول بهتر دراری، چرا نکنی؟ اصلا بابا پول به قرآن درجه، به خدا درجه بابا آفستش ببین، میدونم چی میگی. آفرین مرسی، آفرین، آفست کال آف دیوتی بازی میکنه بابا، یک از لحاظ پول در آوردن جزو ده تا برتر دنیاست الان تو مارکت دنیا. بابا طرف اومده کال آف میزنه، حرف میزنی خیلی باحاله. ببین من چند روز رویم عوض شده، انقدر خندیدم، خیلی حال میده. من باشین گیم پلی میدی، میگی میخندی، آشنا میشم با چرا که نه، پول هم در میاری کنار هم میخوای. بعد جالبش اینه لازم نیست اونا پول بهت بدن، میدونی اونا هم دارن لذت میبرن، تو هم پول در میاری. چرا که نه، چرا که نه، مرسی. میدونی مرسی. حالا تو اینستا طرف بیاد برات 5 ساعت لایف بذاره که چی، میدونی، ولی اونجا برات بیاد 20 ساعت هم میذاره، هم تو لذت میبری، هم خودش لذت میبره، هم بغلش پولشو خرج میکنه تو کارش، چرا که نه، و میتونه اصلا باعث خیلی همکاری های دیگه بشه، میدونی. و اصلا خیلی خوبه، من نمیدونم چرا دیده بد به این داستان دارن، ولی خیلی نه نداره. البته اون دیده بد نداشتش، اون فقط خواست تیکه نه نه اونو میگم، نه خشایار منظورم، الان میخواستم بگم منظورم به خشایار نیست، خوب شد گفت. منظورم به هوادارات شما دیدم میگن، مثلا خود سپر خلصی یه زمان این تیکه رو به پارسالیپ مینداخت، میگفتش که مثلا برو با اون داداشت آره استریم کن، بعد یه لایو گذاشت گفت چک اولش که اومد، گفتم بابا منم اصلا میام دیگه تو داستان اصلا. بعد یه تیکه از عطاران بود، میگفت برای خنده شما شهروان میشم پای، اونم گفت و گفت اصلا شلوارم هم میکشم پایین، میدونی خوبه، چرا که نه، یه آرتیست ما وقتی تو ایران وزینه از چیزایی که میتونه چرا در نیاره، و درستم هست، میدونی دیگه، نه کسی میتونه بگه دوزیه، نه کسی میتونه بگه فلان، و اونجا رو که جا بیفته.
آره. داره هم جا میفته خدایش، یعنی الان مردم که دارن میان و الان یوتیوب خیلی داره جا میفته. آره ببین اون یک سال و نیم پیش خودت هم بودی، خودت هم جزو اونا بودی که تو رپیا فکر کنم تو هم جزو اصلا اولین آرتیست شاید بودی تو و پارسال. آره. و که اومدین یوتیوب پارسال از من قدیمی تر بود تو یوتیوب. آره من جزو اولین بودم. آره آره جزو اولینا بودین. اون موقع یادت ویو ها چجوری بود دیگه؟ الان آره خیلی افتضاح بود. آره خیلی اصلا، ولی الان همه تری اصلا ویو ها خیلی خوب شده. حالا ببین فرض کن الان، فرض کن حالا همه رپرا بیان تو یوتیوب، میدونی چقدر آدم میاد؟ همه دیگه میان و اصلا خیلی خوب میشه، خیلی خوب. آره تو این داستان تتلو هم خیلی تاثیر داشت. حالا من یه نقد کوچولو از تتلو کرده بودم، چون تتلو میگفت کلا همه این چیزا رو من آوردم، ولی خب تاثیر داشت رو بیشتر دیده شدنش، ولی خب همه رو نیورده بود. من انتقادم این بود. ولی خب اینم بگیم تتلو خیلی کمک کرد به یوتیوب. خیلی درست آره. درست اون نیاورده ولی خیلی کمک کرد. خدا اینکه طرفدارای زیادی داره سیل آره. عظیمی رو آورد. آره. ببین دقیقاً روزی که اینستاگرامش بسته شد و اومد گفت یوتیوب و این داستانا گذاشت، از 40 کا رسید به 100 و نمیدونم خورده ای کا فلان 110 کا فکر کنم اگه شما بخوام دقیقاً شما آره. یعنی 60 70 کا تو یه روز رفت بالا، اونم تو یوتیوبی که خود دیدی چه جوری پاک میکنه سابایی. آره یوتیوب خیلی پاک میکنه. آره و الان این 200 هزار تای تتلو یعنی در اصل 1 میلیون 2 میلیون و این خیلی بالاست و دمش گرم کمک کرد. خب آقا میخوام یه چند تا اسم ازت بپرسم، بینشون بعد یکی رو انتخاب کنی، میتونی دلیل بگی، میتونی خیلی زود ردش کنی بری. میتونم بگم نمیگم نکس؟ نه دیگه باید بگی. عجب آدم گردی باشه. این سختی ماجرا اینجاست. برو برو. فدایی پیش رو. خیلی عوضی. نمیگم، هر کاری دوست داری بکن. برو بعدی. فدایی یا پیش رو. بابا نمیشه بگم. آدم یکی رو بیشتر دوست داره، بیشتر گوش میده، بیشتر حال میکنه، بیشتر وقت میذاره. تکنیک پیش رو، تکست فدایی. دیگه ببین پیچون دیا. آره بذار گفتی با دلیل و منطق بگو. اوکی گفتم اگه خواستی دلیل. اوکی زد بازی ملتفت. دوتا مودم آن. کلی بگم کلی ملتفت. تو این دیس و دیس بازی دوتا چیز مختلف هم مود مختلف هم. خب بگو. آره تو این دیس و دیس بازی هاشون به نظرت حق با کسی هست یا نه؟ نه خیلی باحال بود دیگه، برای دیس های قوی رد و بدل شد، باحال بودن. یادگاری طول سگ. وای دهنتا طول سگ، به خاطر اینکه طول سگ دیس به یه رپر نیست. اوکی کچی بیتس خلصه تو آهنگسازی؟ هرچی میدونم خلصه آهنگسازی نمی کنه کلی. راست میگی. چیز کچی فلوهاش خیلی باحاله، خلصه تکساش خیلی باحاله، کچی بیتاش خیلی باحاله، خلصه تکساشو بیتاشو کچی میزنه کچی. نتیجه گیری بار. خودکشی پیامبر. پیامبر پیامبر آره خیلی پیشرفت کردی، خیلی واقعا شکر. دمت گرم. بهرام یا هیچ کس؟ بهرام. بهرام پارسلی یا پوبون؟ سخت. خیلی عوضی. یکی این که من در جواب نمیام. ببین آخه پوبون یه آهنگی داره، من با اون آهنگ زندگی میکنم، قلب شیشه ای. پارسالیپ هم مثلا یه ترک داره خیلی دوست دارم، یادم نیست کینه بود نایف بود. ببین ناراحت میشن از دستم. خب من جفتشون رو دوست دارم. خب نگو ول کن این سوالو نگی، ناراحت میشن. اوکی اوکی تتلو شاهی نجفی. آخه ببین متفاوتن نامردی سال. خب باش آقا تتلو. فازت بیشتر سمت کدومه؟ فازم؟ آره مثلا، آره مثلا من شاهین شاید بیشتر از تتلو گوش بدم، ولی تتلو خب خیلی خفنه. میدونی دلیل نمیشه وقتی من شاهین که من اصلا گوش نمیدم اونجوری که تو فکر کنی زیاد، نه اینکه مثلا چون دوستشونم، آخه بیشتر رو چیزم خارجیام تا ایرانیا. تتلو تتلو خب آخه بابا اون اصلا اون داره سیاسی میخونه، مثلا یه آهنگ داره شاهین نجفی واسه سارینا. مثلا اون سارینا جز به تاپ 10 موزیکای منه که دوست دارم. آره شاید هم شاهین. آقا ول کن نمیدونم جفتش. من خودم میدونی، من خودم مثلا شخصی هم که شاید تو پلی لیستم از مثلا 200 آهنگ تتلو 5 تاش باشه کلا. من آهنگای تتلو که بالای 7 8 دقیقه است گوش نمیدم، نمیتونم گوش بدم. آره منم نمیتونم دقیقاً. از اونور مثلا شاهین نجفی هم مثلا 200 آهنگ داره 5 تاشو کلا میدونی تو پلی لیست هم هست، همشو گوش دادم ولی با 5 تاش. ولی خب مثلا من وقتی مثلا شاهین نجفی مثلا این گونهشو میذارم
یا دنبالم اصلا پیدام نمی‌کنی تو این گونه شو کنم خیلی آهنگ غمگینی باشه. آه اصلا این گونه اصلا خیلی کلا شو نجف خیلی ولی تتلو هم خیلی. آخه ببین من جفتشون مثلا یه خواننده‌ان که وقتی مثلا دپ یا مثلا یه آهنگ خیلی معنا داره دپ میدن واقعا میکشتت، مثلا مثل جهنم امیر تتلو. اصلا جهنم امیر تتلو بمبی بوده. آره اصلا میکشه منو. یا مثلا تتلو باز شب تیرش، وای میدونی خیلی خوبه برای همین مثلا، ولی خب فرق داره دیگه. یه موقع ممکنه مثلا آدم بشه دلیل نمیشه وقتی اینو به مخاطب بگیم، دلیل نمیشه مثلا وقتی بگیم شاهین اصلا کلا تتلو نه، یا بگیم تتلو کلا شاهین. خلاصه آقا راجب کاورت خیلی سوالا هست، میدونم که دوست داری جواب بدی و دوست داری که مردم کشف کنن. آره اکثر آرتیست ها این چیزو دارن. من ولی خب درک نمیکنم این حسو، چرا نمیگی وقتی مثلا یه چیزی میزه؟ مگه نمیخوای با اون یه معنی رو بگی؟ وقتی کسی نمیفهمه نباید بهش بگی، میدونی؟ من اینو درک نمیکنم. ولی خب حالا اینو بعدا توضیح میدم. یه سری رازا بود میگفتن شیطان پرستیه، دو تا قبر توش میدیدیم که اسامی کسا شیطان پرستیه. نه کاملا ضد شیطان پرستیه، اینا دروغه، کاملا ضد شیطان پرستیه. دروغ چه دلی... فکر غلطه. آره آخه من البته نمیدونم، من از دو تا قبر کسایی که مردن، از علائم ما، از علائم مذهبی و هر چی استفاده میکنن به صورت واژگون، برعکس میشه علائم اونا. ما هم از علائم اونا استفاده میکنیم به صورت برعکس که بشه ضد اونا. ببین آخه اونا آنتی کریستن دیگه، اگه اشتباه نگم اکثرا آنتی کریستن و بر، ولی خب مثلا اسلام اینا کاین هرن آنتی کریستن، کلا آنتی دینن، آنتی مذهب. آره مثلا صلیب برعکس میکنن و این داستانا دیگه. ما آخه صلیب برعکس هم داشتیم، پوتک تیت برعکس بود، صلیب برعکس بود سر همین مثلا. ولی خب تو این دست تو، یعنی تو چش کلاغه خدا بود نمیشه خدا، که خودت هم گفتی رازش اونه. ولی یه داستان دیگه بود، عکسا رو با هم میچسبوندی و مثلا نمیدونم یکم اپاسیتیشو بالا پای میکردی، یه جغ در میومد، سفینه در میومد، اون چی بود داستانش؟ داستان نبود دیگه، یعنی دیگه داستانشو باید یعنی بیناش میارم. بیناش فکر کرده بودی این که مثلا چیزی درست کنی میچسبونی؟ آره به خیلی چیزا توش هست. من بعد این که یه دونه چیز دیگه هم هستش، این که تو نمیدونم دقت کردی یا نه، کتاب کلیسای آره، شیطان کتاب... رو زمین بود. آره. یه قبری که هنوز نمرده ولی کتاب رو زمینه، یه قبر مرده بودش شخص. ببین میدونی من برداشت که داشتم این بود، اون که نمرده بود پشتیه بود درست یا جلویه بود؟ به سمت کامپیوتر عکسو ببینی سمت راستت بود، جلو صورتت نبود دیگه، پشت. آفرین بود. جلو صورتم مرده بود، پشت صورتم آكی. نمرده بود. میدونی این چیزی که من برداشت کردم این بود که آقا تو اینو خوندی گفتی برو بابا، اونم کشتی جدیده رو، بعد راستت هم تو کلاغه خدا هست که آقا من با خدا اینا رو شکست دادم. من یه همچین برداشتی کردم، درسته یا نه؟ خیلی سطحیه. نه سطحی نیست، نسبی داری درست میگی که کتابو انداختم تو واسه من مرده، من به خدا رسیدم ولی هنوز زنده است، چون اون پشت یه قبری هست که نمرده. میفهمی منظورمو؟ دلیل بر این نمیشه که من فقط تو ذهن خودم این چیزو با خودم حل کردم، ولی اینا هنوز زنده است و امکان داره تو زندگی تاثیر بذاره دیگه، برایش به خودت مرده دیگه، به اون نور برسی یا نه. اوکی آقا این از این، فکر میکنم که همه چی رو توضیح دادیم. صحبت آخری، حرف آخری هیچی دیگه، مرسی که هستی، مرسی که هستید، هر جایی خوش باشید دیگه، مرسی دیگه، حرف آخری ندارم دیگه، عاشق همتونم، همین، هر جایی هستید اول پولدار باشید بعد سلامت، با انرژی زندگیتون ادامه بدید به بهترین جواب برسید. دمت گرم، مرسی که اومدی، خیلی حال دادی، فکر می‌کنم همه حرفا رو هم زدیم، امیدوارم که بری تو مارکت انگلیسی بهتر کنی و دمت گرم فعلا. خدافظ. خب این بود از قسمت دوام بی پرده، امیدوارم لذت برده باشید. اگه انتقادی پیشنهادی هر چیزی دارید حتما بنویسید که سعی میشه اکثرش خونده شه، و اینکه بنویسید دوست دارید چه شخصی باشه مهمون بعدی ما، و ما سعی میکنیم باهاش ارتباط برقرار کنیم و افتخار حضورش تو برنامه رو کسب کنیم. صحبت دیگه باقی نمیمونه، دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.